السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، خوشحال هستم از اینکه باز هم حبیب الله میخیل با ایرای درس 28 هم از کتاب فیزیک صنف 9 همتان در خدمت قرار دارم. امیدوار هستم شما هم صحتمند باشین و درس تا آخر همراهی بکنین با من. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، درس روز قبل ما شما تطبیق قانون اوم بود که با در زندگی روزمره و با استفاده از وسایلی که ما شما روز از او استفاده میکنیم در سرما و گرمای تابستان و در فصول مختلف سال از او استفاده میکنیم، آب جوشی و آب گرمی و بخاری و گروه و دیگه وسایل برقی، ما طریقه کار کردیم که چگونه میتونیم مقاومت از یارا پیدا بکنیم، چگونه میتونیم مرگ اگر مقاومتشان رو داشته باشه، تفاوت پتانسیلشان رو داشته باشه، جریان چرخ پیدا میکنیم. یعنی به این نتیجه ما رسیدیم که رابطه بین کمیت های جریان تفاوت پتانسیل و مقاومت با استفاده از قانون اوم میفهمیم که چگونه ایره ما سبب بکنیم. و در ضمن ما در مورد قانون اوم یک تجربه ساده و بسیطی را هم با استفاده از مواد لابراتوری بستکاری کرده بودیم که رابطه بین جریان و مقاومت و تفاوت پتانسیل و مقاومت به ما عملا در تجربه نمایش داد که مشاهده کردیم که با افزایش مقاومت یا با افزایش تفاوت پتانسیل مقاومت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یا با افزایش مقاومت در یک دوره تفاوت پتانسیل افزایش پیدا میکنه اما جریان کاهش پیدا میکنه. این را عملا مشاهده کردیم شاگردان عزیز و دوست داشتنی، و ما امیدوار هستیم که سوالایی که من از کارخانگی براتون داده شده بود او را هم امیدوار هستیم که حل کرده باشین و شاید حل کردین. روی از اونقدر وارد نمیشیم چون از اون نمونه سوال ها سه سوال براتون حل کرده بودم که جزء اول شما جزء اول قیمتش تنها نوشته میکنیم، یعنی سوال اول آر مساوی میشه، همون جواب نهایی رو نوشته میکنم، من مساوی میشه و 180 اوم میشه مقاومت دوره. و جزء دو یعنی سوال دوم کارخانگیتون که چی را خواسته، آیا خواسته آی مساوی میشه بعد آی مساوی میشه بعد دو امپیر جوابش است. و سوال سومتون هم که تفاوت پتانسیل خواسته، چون در اونجا وی را پیشتون خواسته، وی مساوی میشه با چند؟ وی مساوی میشه به 60 ولت میشه. پس اینی جوابای سوالایی که کارخانگی داده بودم در مورد تطبیق قانون اوم بود. خوش شاگرد عزیز و دوست داشتنی، موضوع درس امروز ما صنفی که درس میخونیم نهم از مضمون فیزیک، موضوع پیدا کردن مقاومت برقی هست. اهدافی که در اینجا داریم، اولین هدف است که شما قانون اوم فهمیدین و از قانون اوم در بخش محاسبات دریافت مقاومت دوره ها باید ایره کسب بکنین یا این مهارت کسب بکنین که قانون اوم تطبیق کرده بودن و مقاومت یک دوره پیدا بکنین. دوم ای که شما این موضوع را باید خوبتر و بهتر درک بکنین که مقاومت در هادی ها یا در سیم ها، در تمام سیم ها عین مقاومت وجود نداره، مقاومتشان متفاوت هستند. این مقاومت که در سیم ها ایجاد میشه متفاوت است، هم به ابعادشان مربوط است، یعنی به طولشان مربوط میشه، به سطح مقطعشان مربوط میشه، به نوعیت سیم مربوط میشه که این مبحث باز به شکل مفصلتر شما در صنف دهم خوبتر و بهتری را میخونین. تنها در اینجا میایم چند نوع سیمی که در اینجا داریم ایرا میخوایم کار بکنیم و شما ایرا بیاموزین و جدول فعالیتی که بر شما در صفحه 47 کتابتون داده شده ایرا میدونیم با خوبتر و بهتر بیاموزین. خب شاگرد عزیز، دو هدف داریم. ای که بفهمین که هادی ها یا لین های ارتباط مقاومتشان مربوط به ابعادشان است، ایرا باید درک بکنین و عملا تجربه هم براتون میکنم. و هدف اول ما ایست که تطبیق قانون اوم در تمام ساحات محاسبه که میتونین با استفاده از کسب یا دریافت رابطه تفاوت بین تفاوت پتانسیل و جریان و مقاومت میتونین محاسبه بکنین، ایده یاد بگیرین. شاگرد عزیز و دوست داشتنیم، شما متوجه شدین زمانی که از منابع برقی یا از
بندهای برق تولید میشه توسط توربین های برق برق تولید میشه. این برق ها از یک بگویم که استیشن برق یا از یک بند برق برق انتقال میکنه به استیشن های برق و از استیشن های برق انتقال میکنه به برج های برق و می شکل میه به خانه های ما شما میرسن. و این برق ها چگونه میرسن به خانه ما شما؟ یکی از وسیله انتقالاتی ازی لین است، لین ارتباط است، هادی هاستند که اکثرا در بخش انتقالات از هادی های درجه اول استفاده میکنند، چون طلا و نقره از نظر بهای بازاریشان یا قیمتشان یا ارزش مادیشان از او زیادتر استفاده نمیکنند. اگرچه هادی های خوب برق است، اما چون ما شما در درس قبلی خوانده بودیم هادی های درجه دو درجه سه وجود داره، مانند مس، المونیم و الیاژ. مس و المونیم کردوش الیاژ میکنن، ترکیب میکنن، میسوزن. پس لینی که انتقال برق اجرا میکنه، یعنی انتقال میده برق از منبع برق یا از بند برق به خانه های ما شما، لین ارتباط است. این لین های ارتباط از لین های میسی استفاده میشه، از لین های المونیمی استفاده میشه، لین های فلزی استفاده میشه و از ترکیب از استفاده میشه و تا باعث مقاومتشان کم باشه و باعث ضایعات برق از مسیری که برق از ترکمنستان یا از تاجیکستان به افغانستان میاد. بسیار فاصله ای را زیاد است، طول سیم اونجا رول داره، سطح مقطع سیم یا دبلی سیم رول داره، پس باعث به مصرف رساندن و باعث تلف شدن انرژی برقی زیاد نشه. هرگاه اگر در انتقال امی برقا از سیم هایی که مقاومت برقیشون زیاد باشه و سطح مقطعشون کوچک باشه، اگر از این و سیم های استفاده بکنه، چند عوارض به وجود میاد. یک عوارض ایست که انرژی برقی مورد نیازی که باید در نقطه هدف باید برسن نمیرسه، در مسیر راه ضایع میشه، تبدیل به حرارت میشه. و دیگر نقطه چیزی که زمانه که تبدیل به حرارت شد، درجه حرارت اگر بالا رفت از نقطه ذوب فلز بالا رفت، باعث ذوب شدن یا شارتی هادی ها میشه که هادی ها از بین میرن، یعنی سیم قطع میشه، برق به ما نمیرسن. اما در کتابتان موضوعی که خوبتر توجه کردن گفتن که شما متوجه شوید که خود مقاومت برقی مس 5 برابر کوچکتر از مقاومت فلز هست، 5 برابر کوچکتر از مقاومت فلز یا سیمایی که فلزی هستن است. اما از خاطر خوبتر و بهتر از چون تشریحاتش در کتاب هست پیش این موضوع نمیگردیم، ما همه قدر میگیم که مقاومت برقی در فلزات مختلف متفاوت است، در فلزات مختلف متفاوت است. یک فرموله که من اینجا نوشته میکنم تنها از خاطر تشریح نوشته میکنم، اما بحث اصلی زیر شما در صنف 10 باز میخوانین، در سال بعدی میخوانین. نوشته است که آر مسایز بر رو ضرب ال بر ای. خب در اینجا شاگرد عزیز اینی رو را که میبینین، رو را به نام مقاومت مخصوصه یاد میکنن یا میگیم نوعیت سیم است، نوعیت سیم است. این سیم ممکن مس باشه، المونیم باشه، میشه آهن باشه، میشه الیاژ باشه، مشکل نیست. این سیم میتونه هر نوع سیم باشه، نظر به نوعیتش از هر سیم یا هر خاندان سیم مقاومتشون مشخص است. اما میگیم در بخش آر میگیم که مقاومت مستقیما متناسب است با طول سیم، به هر اندازه طول سیم زیاد میشه مقاومتش زیاد میشه، و آر معکوسا متناسب است با سطح مقطع سیم، یعنی به هر اندازه سیم دبل باشه مقاومتش کم، به هر اندازه سیم کوچک باشه قطرش مقاومتش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. پس تنها در اینجا ما چند مورد میخوایم به شکل عملی براتون کار بکنم، طول سیم و سطح مقطع شانه. خب این باشه و حالا وارد میشیم به بخش تجربی خود شاگردک عزیز و دوست داشتنی من. حال میریم، ما 3 نوع سیم در اینجا من نظر گرفتیم. یکی سیم فلزی هست که قطر سیم فلزی ما، سیم فلزی قطرش در اینجا مساحتش، سیم فلزی مساحتش اینجا مساحت ها را نوشته میکنیم، نظر به مساحت هایشون بازیاره
مد نظر هم میگیریم سطح مقطعش یا مساحتش A1 که آهن باشه چی است؟ آهن است. ای هست 0.26 میلی متر. 0.26 چند است؟ 26 میلی متر هست. ای دو هم مساوی است به 25 22 20 0.2 میلی متر هست کی مس است سیم میسیس. و ای سه هم سطح مقطعی سیم تنگستان است. کی سطح مقطعش 0.15 میلی متر هست. سه نوع سیم داریم، اما طول هر سه سیم طولشان یعنی ال مساوی به چی؟ مساوی به ال 1، مساوی به ال 2، مساوی به ال 3 و همه مساوی به 1 متر. همه مساوی هستند چی؟ 1 متر. چون طول از یه عین طول انتخاب کردیم، ولی میخوایم که میره به شکل عملی ما کار بکنم. اینی سیم آهنی هست که به اصطلاح عام شما از سیمای سیمتوی هست، سیم بدون پوش هست که سطح مقطعی از 0.26 میلی متر هست. و اینی سیم میسی هست، سیم میسی که طول از هم 1 متر هست که هر سه از این سیما دارای عین طول است. و سیم دیگه که در اینجا ما دارم این سیم تنگستان است، سیم تنگستان یا سیم بخاری از آب گرمی و بخاری هایی که حرارت بالا تولید میکنه از دوست. و طول عرصه از سیم با هم برابر است. یک دفعه مشاهده بکنین عرصه سیم هم یک جا میکنم و یارا با هم مقایسه میکنیم که طول عرصه سیم با هم برابر است. طولشان 100 سانتی متر یا 1 متر میگیم، 100 سانتی مساوی 1 متر میشه. پس طول سیم با هم چیز برابر است، طول سیما با هم برابر است و قدر تفاوت هم ندارن. خب حالا میایم به ترتیب وسیله ای که میتونیم مقاومت برقی سیما را توسطش نمایش بدیم به نام مالتی متر یاد میشه که در درس بعدی باز در مورد این مفصلا صحبت میکنیم. تنها حال از خاطر نمایش دادن مقاومت سیما از استفاده میکنیم. چی فکر میکنین شاگردکای عزیز که مقاومت کدام سیم باید زیاد باشه؟ چی فکر میکنین؟ شما در مورد فکر بکنین. این را سویچ هم میزنیم روشن میکنیم و اخربک از این را میاریم به قسمت از 1 تا 200 اون قرار میدیم، میبینیم چقدر مقاومت نشان میده. اول آهن میگیریم، این سیمای دیگر کمک گوشه میمونیم که یا دخالت در سیم نداشته باش. خود چون در مقابل کمره خوبتر باید بیا، یک کمک طول از این را کم میکنیم به این شکل حلقه کردیمش که ساحه دید ما خوبتر باشه و بتونیم اینو خوبتر تجربه کنیم. و فکرتون باشه که دست خدا نباید دی بزنیم شاگردک عزیز. حالا عقربک صفحه شما مشاهده بکنین، صفحه زیر مشاهده بکنین. ما میایم اینجا مقاومت زیر نشان میدیم براتون که چقدر مقاومت داره. 0.41 اوم، 0.41 یا 0.42، 0.42 اوم. لاینی که در اینجا بود مقاومت از این چقدر هست نوشته میکنیم که R1 0.42 اوم مقاومت داره، یعنی لاین آهنی یا لاین فلزی 0.42 اوم مقاومت داره، مقاومت برقیش است. میاییم به لاین میسی، ایرام یک حلقه اک میکنیم چون ساحه دید کم است، مجبور از خاطر از او ما ایره حلقه کنیم که تجربه کنیم ایره خوب قابل دید باشه. میاییم به سیم میسی، سیم میسی را میبینیم چقدر هست. سیم میسی را حالا ببینیم، چون مس هادی خوب است، سطح مقطعش هم اگرچه کوچکتر است طولش آن عین طول است. اینجا باید اگر هادی ها دارای عین مقاومت باشند باید اینجا مقاومت مس باید زیاد باشه.
اما در حالی که چون مس هادی خوب است، مقاومت برقیش کم هست. قدرش هم کوچک شده، صد مقطع کوچک است. 0.25 اوم مقاومت است. آره میگیم دو میشن نوشتن میکنیم. آر دو. مسایز به 0.25 اوم مقاومت است. خب. حال میم سیم تنگستن رو نظر میگیریم، چون سیم تنگستن الیاژ هست، الیاژ سیمی است که الیاژی هست و مقاومت زیاد است در مقابل درجه حرارت، در مقابل جریان برق و زمانی که اگر در یک دوره بسته بکنیم و جریان برق ازی بگذرانیم، این تبدیل میشه به چی؟ خود رنگ سیم تغییر میخوره، حرارت تولید میکنه که شما در بخاری و در اتو و در وسایل دیگه بلکه شما عملا اینو مشاهده کردین و استفاده هم کردین. خب حالا میبینیم که سیم تنگستن چقدر مقاومت نشان میده. میبینیم که بیشترین مقاومت این نشان میده 12.54. R3 مساج به 12.54 اوم. خوش آگرد عزیز، ببینین مقاومت سیم اولی 0.42 اوم بود، یعنی مقاومتش زیاد است، از یک اوم کوچکتر بود، اما سطح مقطعش 26 میلیمتر مربع هست. ببخشین سطح مقطع مربع است، مساحتش را گرفتیم، 0.26 میلیمتر مربع است مقاومتش اینقدر. و سیم میسی سطح مقطعش کوچکتر است از این کدنه، یعنی 0.22 میلیمتر مربع است، اما مقاومتش هم کوچک است، کوچک شد. چرا؟ چون مس هدایت برقیش خوب است، هادی خوب برق است. و آمدیم به سیم سومی که نویتش سیم تنگستان است و سطح مقطعش 0.15 میلیمتر مربع است و مقاومتش چقدر است؟ 12.54 اوم مقاومت داره. پس هرگاه در یک دوره ای که 12.54 اوم مقاومت وصل بکنیم، پس حتما میفهمیم که این بسیار زیاد انرژی برقی چی میکنه؟ به انرژی حرارتی تبدیل میکنه و ضایع میکنه. پس حالا میفهمیم که سیم تنگستان مقاومتش برقی زیاد است و در هادی ها یا در مسیری که جریان برق باید انتقال شوه از یک محل به دیگر محل، از این سیم ها قدر استفاده نمیکنن. از سیم فلزی هم استفاده نمیکنن چون مقاومت زیاد هست، اما اگر طول سیم افزایش پیدا بکنه ممکن که مقاومت برقی ازی 5 برابر مس هست و مس هم در عین قطر اگر مدنند، چون قطر ازی کوچکتر شده پس کمی تفاوت کرده. و سیم میسی بهترین سیم یا بهترین لاین است از خاطر هدایت برقی. شاگرد عزیز و دوست داشتنی من، موضوع درس ما پیدا کردن مقاومت برقی بود و مقاومت برقی را گفتیم که هر هادی که خوبتر و بهتر برق از یک محل به دیگر محل انتقال بده، جریان بتش یا در مسیر جریان مقاومتش کم باشه، پس او هادی خوب برق است و مقاومت برقیش کوچک است. و هر فلزی که مقاومت برقیش در مسیر جریان زیاد باشه باعث تلف انرژی زیاد میشه و باعث تبدیل انرژی برقی به انرژی حرارتی میشه. پس ما شما عملا دیدیم که سیم تنگستان مقاومت برقیش بسیار زیاد بود و باعث ضایع شدن حرکت الکترون ها در هادی ها میشه. شاگرد عزیز و دوست داشتنی، درس و دیگه تجربه را هم در مورد اجرا کردیم و هر 3-9 فلز عملا مقاومتشان رو دیدین توسط مالتی متر. امیدوار هستم این تجربه را هم به ذهن بسپارین و درس امروزی رو امیدوار هستم خوبتر و بهتر یاد بگیرین و چندین بار مشاهده بکنین تا ایره یاد بگیرین. و درس امروزی خدا در همینجا به پایان میرسانیم، اما با سپردن کار خانگی. شاگردک عزیز، شما جدولی که در کتابتان هست، شما چون ما در اینجا از خاطر ساحه دید کمره طول سیم کوچکتر انتخاب کردیم، شما میتونید که سیما را با طول 20-20 متر، 10 متر، 40 متر متفاوت متناسب با جدول انتخاب بکنین، یک مالتی متر پیدا بکنین و توسط دو مقاومت زیاد را تثبیت بکنین که هر کدام مقاومتش چقدر است و جدول را تکمیل بکنین. خوش آگرد عزیز. و در مورد
صفحه 48 کتاب دان گفته که فکر بکنید، گفته سیم های تلفن در ترکیب خود چند رشته سیم میسی و چند رشته سیم فولادی دارد، شما در مورد فکر کنید. اما سیم های تلفن سیاه سیار اگر پیدا بکنید پشت سیاه، ببینید که چند دانه لین میسی و چند دانه سیم فولادی دارد، در این مورد هم شما تحقیق بکنید. درس همینجا به پایان میرسانیم، تا دیدار بعد، خدا حافظ و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.